به نام خدا، بنده بابک کشاورز هستم از بخش فنی شرکت سینجنتا. امروز در خدمت شما هستیم در منطقه آسوپاس از شهرستان اقلید. ما در مزرعه گندمی هستیم که در این مزرعه از اسیدامینه شرکت سینجنتا تحت عنوان ایزابیون استفاده کردیم و انشالله در ادامه این ویدیو من قصد دارم نتایج مصرف این اسیدامینه رو به اطلاع شما عزیزان برسونم. به نام خدا، این جانب شیرعلی کشاورز از کشاورزان استان فارس، شهرستان اقلید، روستای بکان، دارای 40 هکتار مزرعه کشاورزی می باشم که 20 هکتار گندم و 20 هکتار هم کشت بهار تعلق دارد. در این منطقه در 15 فروردین ماه 1400 که نیمه فروردین بود، مزارع دچار یک سرمازدگی شدید و واقعا غیر باور شد که مزارع خیلی خسارت به ظاهر زیادی دیده بودند که تمام کشاورزان نگران مسئله بودند و ما خودمون هم نگران بودیم که با توصیه کارشناسان کشاورزی و شرکت سینجنتا تونستیم یک نوع اسیدامینه به نام ایزابیون همراه با سم تراکسوس برای علفهای هرز نازکبرگ استفاده کنیم که این نوع کود و سم هم علفهای هرز کنترل شد و هم مزرعه ما را برگردوند. یکی از مشکلات عمده حبوب جاد کشاورزی آسپاس پدیده سرمازدگی است که ما هر سال با این پدیده مواجه میشویم. در مرحله چهار برگی، مرحله پنج زنی گندم، باعث زردی گیاه، باعث کندی رشد و نهایتا باعث افت عملکرد میشود. از مشکلات عمده دیگر منطقه ما همزمانی مبارزه با علفهای هرز همگام با پدیده سرمازدگی وجود آماده بهاره که این پدیده باعث می شود که کشاورزان مبارزه با علفهای هرز را به تأخیر بیندازند و باعث می شود که ما در مبارزه در کنترل علفهای هرزمون در طی دوره داشت به مشکل مواجه شویم. بعد از توصیه کارشناسان ما تونستیم این کود و سم را استفاده کنیم که به گیاه ما رشد داد و الان تو مزارع که نگاه میکنی وقتی که این سم و کود را ما استفاده کردیم میتونیم به جرئت بگیم که اصلا اون استرس سرمازدگی رو دیگه نداره و همه رو پشت سر گذاشته و تونسته یه رشد خیلی خوب و یه باردهی که الان به ظاهر باردهی خوبی هست به ما بده. ضمن تشکر از نمایندگان شرکت سینجنتا و کارشناسان بخش کشاورزی شهرستان که به ما توصیه کردن و من واقعا نسبت به استفاده این کود، این اسیدامینه خیلی رضایت دارم و توصیه میکنم کشاورزان محترم که هر کسی مزرعه دچار استرس داشت از این نوع کود استفاده کنه. قطعا آنها هم رضایت خواهند داشت و این یک نوع کمک به کشاورز میباشد که میتوانند در مزارع بار بیشتری را برداشت کنند. با توجه به موقعیت جغرافیایی که این منطقه داره، ما هر ساله اینجا خسارت سرمازدگی رو در مزارع گندم داریم. در سال جاری هم به علت سرمای دیررس بهاری که ما اینجا داشتیم خسارت سرمازدگی شدیدی در مزارع این منطقه و به خصوص مزرعه‌ای که در حال حاضر در خدمت شما هستیم به وجود اومده بود. زمانی که ما بازدید کردیم از این مزرعه، برگ‌های پایین به کلی زرد شده بود و رشد گندم کاملا متوقف شده بود. با توجه به تجربیاتی که از قبل ما داشتیم از مصرف اسیدامینه ایزابیون در زمان تنش، به کشاورز این مزرعه ما توصیه کردیم که از اسیدامینه ایزابیون همراه با علف کش استفاده کنه. خوشبختانه این کار انجام شد در این مزرعه و ما مشاهده کردیم که بعد از مصرف ایزابیون وضعیت رشدی بوته ها خیلی خوب شده. رنگ و روی برگ ها واقعا خیلی متفاوت هست از زمانی که گیاه تحت تاثیر تنش قرار گرفته بود و همون جوری که مشاهده میکنید وضعیت خوشه‌دهی در این مزرعه واقعا تقویت شده و ما یک بوته های واقعا ایدئالی رو داریم که به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست با زمان تنش. همچنین ایزابیون به خاطر اون فرمولاسیون خاص و ترکیبات ویژه‌ای که داخل خودش داره میتونه به عنوان یک سرفکتانت خوب در هنگام سمپاشی برای ما عمل کنه و در ترکیب با یک سم میزان جذب و نفوذ ماده موثره رو به داخل بافت گیاهی بهتر کنه و همین خودش عاملی هست که شما راندمان سمپاشیتون رو با مصرف ایزابیون بالاتر میبرید و کنترل خیلی خوبتری از علفهای هرز خواهید داشت با مصرف ایزابیون. دوز مصرفی ایزابیون به میزان 1.5 لیتر در هکتار هست
که میتونه به تنهایی مصرف بشه و یا میتونه در ترکیب با یک علفکش مورد استفاده قرار بگیره، که همونجور که در این مزرعه هم میبینید ایزابیون در این مزرعه در ترکیب با این علفکش استفاده شده و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی حاصل شد. خب دوستان، ما به راحتی میتونیم تفاوت بوته‌ای که با ایزابیون تیمار شده و با بوته‌ای که ایزابیون در اون مصرف نشده رو اینجا مشاهده کنیم. در دست راست من بوته‌ای هست که با ایزابیون تیمار شده. همونجور که میبینید ما بوته بلندتری رو داریم در تیمار ایزابیون. تعداد خوشه بیشتری تشکیل شده که منجر به افزایش عملکرد میشه. خوشه های ما بلندتر هستن در این تیمار و همچنین برگ های سبزتر و توسعه یافته تری داریم. اما در اون قسمتی که ایزابیون مصرف نشده تعداد خوشه کمتری تشکیل شده. همچنین برگ ها رو همونجور که مشاهده میکنید برگ های پایین کاملا زرد شده و توسعه ریشه و تعداد پنجه اینجا کمتر بوده. همچنین طول خوشه ها هم کمتر هست نسبت به اونجایی که ایزابیون مصرف شده. خب همونجور که مشاهده کردید نتایج مصرف ایزابیون در این مزرعه واقعا نتایج خوبی بود و ما به شما پیشنهاد میکنیم که حتما ایزابیون رو در برنامه مصرف خودتون قرار بدید. از این محصول هم میتونید به عنوان یک ضد تنش و ضد استرس در مزرعه خودتون استفاده کنید و هم به عنوان مکمل یک علفکش در ترکیب با یک علفکش میتونید استفاده کنید. این به شما کمک میکنه هم راندمان بیشتری رو در سمپاشی داشته باشید و هم بوته هایی رو دارید که عمل کرد و محصول بیشتری رو به شما خواهند داد. امیدوارم که این ویدیو و این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.